درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. خوشحالم که در برنامه دیگر در این روز آدینه خدمت شما هستم، همراه با دوست ارجمند شهرام آریان. ما 8 برنامه تا کنون داشتیم درباره چرایی و چگونگی سقوط ایران ساسانی در اثر حمله اعراب مسلمان کوشیده ایم که یک نگاه خیلی تحلیلی و مستند داشته باشیم بر این رخداد بسیار بسیار مهم در تاریخ کشورمون. و امروز به بخش نهم این برنامه رسیدیم. برای دوستانی که تاکنون این برنامه رو ندیدن، سفارش میکنم که برن روی یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی و 8 برنامه نخست رو ببینن با عنوان چرا سپاه اسلام در حمله به ایران کامیاب شد. بخش نهم رو پی میگیریم. ما در بخش هشتم جنگ قادسیه رو بهش پرداختیم و به مقدار جزئیات و چند و چون آنچه که به قادسیه مربوط میشد اشاره کردیم. و امروز برای بخش نهم همراه با تصرف تیسفون، پایتخت ایران ساسانی به دست اعراب مسلمان، میریم به سراغ جنگ بعدی مهم که جنگ جلول است. شهرام گرامی، درود بر شما، روز و شبت خوش. با درود شما، درود به بینندگان گرامی. بسیار شهرام جان، 2 مطلب رو توی چند هفته که ما برنامه نداشتیم چندین نفر از دوستان نوشته بودن، هم تو شبکه‌های اجتماعی هم در طریق ایمیل و جاهای دیگه. یکی این که خواسته بودن که در جریان برنامه‌هامون هر جایی که لازمه و مناسبه به نقش سلمان فارسی اشاره کنیم. سلمان فارسی، خب برخی مثل زنده‌یاد فولادوند نقش بسیار بسیار محوری و اساسی رو براش قائل بودن و برخی چندان سلمان رو بازیگر مهمی نمی‌دونستن. با توجه به اینکه میکوشیم خیلی مستند و مستدل صحبت بکنیم، فکر میکنم که سزاوار باشه که اون نقشی که سلمان میتونسته توی این رخداد تلخ برای ما داشته باشه رو بهش بپردازیم هر جایی که شایسته بود. و نکته دومی که در حقیقت عنوان شده بود، دفعه پیش بار پیش در مورد قادسیه گفتیم، چون من و شهرام اشاره کردیم که ستون ارمنیان ارتش ساسانی که بسیار دلاورانه جنگیدن و تقریبا همشون در قادسیه کشته شدن، نام فرمانده اینها رو ما یادمون نمیومد که نگاه کردم و موشک مامیکونیان و گریگور 2 فرمانده بودن که هر دو هم در اون جنگ کشته شدن. برای یک توضیح نیاز بود که بدم و همچنین مطلب سلمان فارسی رو به هنگامش پیش خواهیم بردم. شهرام جان پی بگیریم. بله، من گمان میکنم که یه سری بریم سراغ سلاید ها که از همونجا آغاز کنیم. الان دیده میشه؟ بله، این همون ارزیابی، صفحه ارزیابی دیده میشه؟ نه، ارزیابی توانایی میانگین. درسته، ما تو سلایت های اول بررسی کرده بودیم که چه دلایلی داشت که ایدولوژی اسلام همه توانایی های اعراب دشت نشین و تانزه شهر نشین هم که بهشون پیوسته بودن برانگیخته کرده بود، راه اندازی کرده بود واسه اینکه این حمله تمام عیار انجام بشه و چرا اونا بعدا تو نبردهای آینده پیوسته برتری نیرو داشتن. حالا در کتاب اسلامی که این توصیف شده، مورد اون سانسور تبلیغاتی همیشه واسه اینکه مثلا یزدانی نموده بشه گفته شده که ایرانی‌ها برتری نفراتی داشتن، ولی این مهمله. در بیشتر نبردها 2-1 تا 4-1 مسلمان ها برتری داشتن و موتور اصلی اون پیروزی ها این گرایششون به موبیلایز کردن، به راه اندازی کردن و سازماندهی کردن همه نیروهای اون قبایل بود که ما توی نمودارها ابسترکت بهش پرداخته بودیم که چجوری کار میکرد، مدل جنگشون، شیوه سازماندهیشون الی آخر، نگاه به وضعیت جهان انداخته بودیم. بعد
نبردهایی رو که در جنوب فرات انجام شده بود واسه پاکسازی پادگان‌هایی که اونجا بودن برای اینکه راه حمله مسلمان‌ها باز بشه، اونا رو آنالیز کرده بودیم. در هنگام آنالیز اونا دوباره بخش بزرگی از اعداد به هم ریخته در این تاریخ‌های سانسور شده یا در واقع تخیلی اسلامی رو آنالیز کرده بودیم و بعد تا پایان به جنگ قادسیه رسیدیم که توضیح داده شد که اونجا با این نیروی قابل توجهی مسلمان‌ها که قبلش در جنگ پل یه شکست خیلی سختی خورده بودن، اما به مدت خیلی کوتاه تمام صفوف رو دوباره پر کردن بس که نیروی جایگزین داشتن و در بالاخره از فرات گذشتن، یعنی اول که در جنگ پل کوشش کرده بودن به اون فاجعه برخورد کرده بودن، بعد گذشت یعنی ببخشید این بار نمیخواستن بگذارن و ایرانی ها رو مجبور کردن با شبیخونه های پیوسته که به مناطق اهلی میکردن که فشار افکار عمومی روی یزدگرد بره بالا، رفت بالا که مجبور شد رستم فرخزاد رو بفرسته با سپاه اون برای رودخانه فرات در مناطق بیابونی جنوب فرات، جایی که برای اونا مناسب تر بود، شیوه جنگ بسیار مناسب تر بود و تقریبا برای ایرانیا کنترلش میسر نبود وقتی که پشت عربا به بیابون بود و برای عرب هم شکست کامل و قطعی دیگه ممکن نبود چون هر لحظه میتونن عقب نشینی کنن به داخل بیابون. در جنگ پل این کار نکرده بودند و با پشت به رودخانه جنگیده بودند و نابود شده بودند. پس از اینکه در قادسیه حالا با تمام شرایطی که اونجا کنار هم اومد موفق شدند و تلفات بسیار 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 سختی هم دیده بودند، یعنی نیروهاشون من با روی هم رفته 70,000 نفر برآورد میکنم در قادسیه، نیروهای ایران رو با استوره 30,000 نفر و از عربا تقریبا میتونیم از اون 70,000 نفر تقریبا میتونیم 30-35 شاید 35,000 تا کشته باید بپنداریم و از باقی اون 35,000 تا نصفی رو باید معلول بپنداریم. این تقریبا ارتش شلوپل با اون کسی که پیروز شده، ولی در اندک ماهی 2 یا 3 ماه صفوف چنان پر شد دوباره از نو که نزدیک 80,000 نفر جلوی تیزفون صف بستن و فرمانده های ساسانی سرگیجه گرفته بودند که این همه صف جایگزین از کجا میاد و دینامیک این ایدئولوژی نو پیدا رو درک نمی کردن که چجوری همه افراد یک قومی رو یا کسایی که هم بهش می پیوندن موبیلایز میکنه، سازماندهی میکنه، شده فقط یه چاقو دستشون میده و میفرسته به میدان جنگ و با موج انسانی حمله میکنه و با روش های بسیار بسیار متوحشانه مناطق اهلی رو به هم میریزه، میکشه، تیک پاره میکنه. در حقیقت نمونهاش رو اشاره کردیم در تاریخ نوین، به ما پژوهشش رو برای ما داعش میسر کرد که بفهمیم چجوری دینامیکش چجوری بوده. حالا اون فرمانده های ساسانی از این مسئله خب در شگفت بودن که اینا چرا با افراد اهلی این کار رو میکنن، چون خب از رومی های همچین رفتاری روی هم رفته به این حالت نمیشناختن تو این ابعاد، ولی از همه براشون گیج کننده تر میزان صفوف جایگزین بود، یعنی چرا تو هر کی که میکشی 3 نفر جاش سبز میشه و این مسئله گیجشون کرده بود و اینا این مقدار هم ترسشون گرفته بود چون عاقبت داستان رو نمیستن دیگه محاسبه کنن. اینه که وقتی اون محاصره عجب و غریب دیدن از افراد خودشون، اون 30,000 نفری که به قادسیه هم برده بودن نزدیک نصفش کشته شده بود و بازمانده‌ها هم دوباره به ساخلوها تقسیم کرده بودن که مناطق رو نگه دارن و رایزنی فرماندار نظامی منطقه و دیگران به یزگرد این بود که باید عقب بشینی به منطقه کاملا مطمئن، اصلا بهتر به اون بر زاگرس تا اینکه ما اول اینا رو برآورد کنیم، این آدم خوراکیه، این از کجا این همه نیرو میارن، یه بار سیستمشون رو آنالیز کنیم، بعد ببینیم نیروهایی که اینور اونور موندن اینا رو تا چند میشه سازماندهی کرد، از نو اصلا چیزی میشه ریکروت کرد. سیستم سربازگیری یا ریکروتینگ اونا خب با مال مسلمان ها خیلی فرق داشت و دلیل اصلی پیروزی مسلمان ها در همین بود.
مال ساسانی که جامعه حرفه‌ای و صنفی بودن، خب یک شخصی که میخواست به پایگاه ارتشتاری برسه، این از کودکی به صنف ارتشتاری میپیوست، با همه افزارهای جنگی آموزش داده میشد، تو زورخانه های رزمی که اونا داشتن آموزش داده میشد، آموزش جنگی، آموزش رفتاری، بعد از رفتار شوالیگی هم برخوردار می بود و الاخر یه پروسه 5 6 7 تا 10 12 سالی داشت تا مرحله پهلوان کامل برسه، که خب البته یه نفر هم اون موقع 7 8 نفر حریف بود، ولی جایگزین کردنش بسیار دشوار بود و همین پروسه زمان دراز رو می‌خواست. چیزی به نام ریکروتینگ از امروز به فردا که مال مسلمان‌ها تمام سیستمش رو این ساخته شده بود، چون اصلا یه آشفته بازاری بود که نه سر داشت نه ته داشت، مراکز فرماندهیشون هیچ نظمی نداشت، در حقیقت آشوب کامل بود و فقط هر کسی هر جا هر قبیله رو سازماندهی کرده بود و این قبایل با هم دیگه مسابقه میدادن در میزان حملات و غارت به مناطق اهلی، و خلیفه هم در حقیقت مثل یک کشتی رانی بود که بر این دریای متلاطم این قبیله ها که یا میخواستن همدیگر رو بدرن یا دشمن رو بدرن، بر روی این کلک در حقیقت روی رودخانه بسیار خروشان رانندگی میکرد. یعنی یه چیز عجیب و غریب غیر قابل کنترلی بود. در حقیقت عثمان همینجوری کشته شد، خلیفه سوم مسلمین، چون هیچ کنترلی هستن برای این اراذل و اوباش وجود نداشت، هیچ سازماندهی هم وجود نداشت. ولی چیزی که توش بسیار 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 قوی تر از ایرانیا و رومیا بودن، میزان سربازگیری بود. یعنی میزان سربازگیری به خاطر اون دینامیکی که داشت، که خیلی ساده بود، شما یه اشد میخوندی، یه چاقو میدادن دستت و میرفتی و میگفتن هرچی دوزیدی مال خودت، این میزان سربازگیریش سر به فلک میزد. برای همین هم سهران بعد از قادسیه که نیروهای بسیاری از مسلمان ها کشته شدن در اون 3-4 روز جنگ، به فاصله 2 ماه اینا تونستن تجدید سازمان کنن، چون خبر غنیمت هایی که دست مسلمان ها افتاده بود باعث شد که دوباره موج دیگر انسانی راهی منطقه بشن و بیاین در غارت تیسفون مشارکت کنن. من برای تایید سخن در مورد شرایط توتال وار یه مطلبی از طبری میخونم، که طبری خودش یه مسلمان بسیار متعصب و مؤمنه، برای که ببینیم چگونه همه امکانات در اختیار جنگ قرار گرفته بود. شگفت انگیزه اینکه میگویید ایرانی ها مونده بودن که سیستم اینا چیست که اینگونه عمل میکنن. من این از تاریخ طبری جلد 5 میخونم، برگردان ابوالقاسم پاینده، میگوید که پس از پایان جنگ قادسیه، این جنگ که به پایان رسید، کودکان اردو بیامدن و قمقمه چرمین به همراه داشتند و به مسلمانانی که رمقی داشتند آب میدادند و مشتکانی را، منظورش ایرانیانه، و مشتکانی را که رمقی داشتند میکشتند. بچه های کوچک میامدن، احتمالاً قمه دستشون بوده، ایرانی های زخمی رو احتمالاً به گلوشون یا قلبشون فرو میکردن و اینا وسایلشون رو باز میکردن و لختشون میکردن. یعنی حتی کودکان رو آورده بودن برای این تیپ کارها در خدمت نیروی نظامیشون قرار بگیره، که گزارش شگفت‌انگیز و تکان دهنده است، ولی بسیار به نظر من نشان میده اون چیزی که الان شما میگید، شما بهش اشاره کردید. ببین قبیله‌های عرب از پیش از اینم که سرکله اسلام پیدا بشه، خب اینا کنار دامداری کارشون شبیه خون بود، غارت بود دائم به هم دیگه. اونایی که در مرز بودن با مناطق متمدن ایران روم به اونجا، کاری که فقط اسلام کرده بود این بود که گفته بود خب کار زندگیتون رو کاملا ول کنید، بیاید بریم این کارا، و انگیزه شون رو یک انگیزه هدفمند کرده بود. قبلش کسی که شب خودش میرفت دزدی میکرد، شبیه خون میزد مثلا به یه ده ایرانی، خودش ته دلش در گمان بود، بالاخره من دزدم دیگه یه جورایی. بنابراین وقتی نگهبانا دنبالش میکردن، کوشش میکرد عقب نشینی کنه با بقیه، به قول خودشون تون کر و فرشون، این بار فرار کنه و بره و بعد یه بار دیگه بیاد، مثلا 4 هفته دیگه بیاد. ولی این مسئله تغییر عمیق پیدا کرده بود و مسلمان‌ها الان این بار به عنوان غارتی که میکردن و به تجاوزی که مثلا به زنای اسیر میکردن، به عنوان ارث پدرشون نگاه میکردن، چون میگفتن این چیزی که الله به ما داده این مسئله قانونیه، اما هرچم آدم میکشیم، شکنجه میکنیم، میدوزیم، این یه کار بسیار بسیار آسمانی ما داریم انجام میدیم. این خب یه تغییر خیلی جالبی در این دینامیک داستان داده بود.
این قبیله ها ناگهان همه به هم شبکه مند وصل شده بودن و دیگه هر کی بود و نبود تبدیل به موج حمله شده بود. ساکنین داخل شبه جزیره رو با یمن اینا باید نزدیک 300 هزار مرد جنگی میشد ازش برگرفت. جنوب سوریه اینا هر کی بهشون پیوسته بود مجموعاً 600 700 800 هزار نفر آدم جنگی بهشون پیوسته بود. جلوی اینا رو قرار بود آخر سر 40 هزار تا 35 هزار تا 50 هزار تا شوالیه ساسانی تو غرب ایران بگیره. و حالا اینا وقتی جلوی تیز فون صف هستن و فرماندار نظامی منطقه پیشنهاد کرد به یزگرد که باز نشین به اون بره زاگرس اگه میشه تا ما اینجا این اول اطلاعات دقیق تر بگیریم و ببینیم چی کار میشه کرد با این نیروهایی که مونده اصلا کاری هنوز میشه کرد یا نه، که ما بعدم به جنگ جلولا میرسیم. من جلولا رو کوشش میکنم کوتاه توضیح بدم که بتونیم اون موقع این داستانم که گفتیم چه سر دل همیهنان سنگینی میکنه که سلمان که بود این بود اونجور یه رسیدگی هم به اون بکنیم. بودجه زمانیمون از الان چقدر شاهین جان؟ بودجه زمانی حدود نیم ساعت. بسیار خب، پس ما اینا جلولا رو 10-15 دقیقه اگه شد. وقتی که تیز فون سقوط کرد و یزگرد باز نشست که در امان باشه، ساختمان‌های اصلی که نزدیک بودن، دژهای اصلی که نزدیک بودن و منطقه رو کنترل می‌کردن دو تا، یکی در تکریت بود یکی در موصل بود و اصلا مهمترشون در جلولا بود. جلولا بسیار مهم بود واسه اینکه تمام خیابان‌های اصلی شمال عراق رو کنترل می‌کرد و راه‌های ارتباطاتی به اونور زاگرس یعنی به داخل ایران رو و پیوسته هم با پادگان‌های اونور زاگرس و با مرکز فرماندهی ایران که در اصفهان بود، دانشکده افسرشون اینا اونجا بود، همش در کمیونیکیشن بود، در تماس بود، ارتباط و اینا بود. و ایرانیان خیلی برای همیهنانی که میخوان جغرافی امروز رو در ذهنشون بیارن که ببینن جلولا کجا واقع شده، جلولا از مناطق کردنشین عراق امروزه که اون موقع قبطه کشور برام عراق نبود و نزدیک به شهر خانقینه که خانقین تقریبا امروز رو نوار مرزی ایران و عراقه و خیلی دور از قصر شیرین نیست، یعنی فضای جنگ الان دیگه این مقدار اومد شمالی تر شد. درست، اینجا که جنوب عراق زیر کنترل آوردن دیگه. درست. و مسلمان هم خواسته یا نخواسته تمام سپاهشون آخر سر به جنگ با ایرانی ها داخل شده بود، چون رومیا بعد از نبرد یرموک دیگه کاملا واداده بودن. یعنی حالا از من نبرد کوچکی مثل اجناده اینو بگذاریم، ولی کاملا واداده بودن و مات و معبود باز نشسته بودن به آسیای صغیر، به اون بره کوهستان شمال سوریه و امیدوار بودن که ببینن از اونجا چی کار میشه کرد. مصر رو که کاملا از دست داده بودن، سوریه از دست داده بودن، با میشکا فقط یه نبرد. مسلمان ها میزان تلفاتشون توی جبهه ایران خیلی 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 بالاتر بود تا توی جبهه رومی ها و مقاومتی هم که اونجا میشد خیلی خیلی شدیدتر بود. واسه همین هم تمام نیروها آخر سر از همه جا کشونده شدن به ایران دیگه، فقط مشغول جنگ با نبرد ایران شدن. بعدم دولت ایران یه حساب دیگری رو خودش میکرد. روم قبلش هم مشکلات خیلی شدیدی داشت، هم تو جبهه با اروپا با آوارها و دیگران، یعنی اقوام وحشی اروپایی، و اصلا کلا یه خودم خسته و فرتوت بود قبلش هم که تو اون جنگ جهانی نزدیک بود خسرو پرویز به بلدشون. ولی ایران یه ابرقدرت بسیار مغرور بود، اصلا نمیتونست تحمل کنه اتفاقی که افتاده بود. واسه همین هر کدوم از این نبردام که نبردهای اصلی مثلا شمرده شدن به وسیله تاریخ نویسای مسلمون ذکر شدن، بسیار نبردهای کوچیک بود که اونا رو ایرانی‌ها برده بودن. اونا رو تاریخ نویسای مسلمون همه رو سانسور کردن، برای اینکه اون موقع به این فرایند توصیف یزدانی نمیخوره. اون جنگ پل رو فقط از دستشون در رفته بود، چون میزان کشته ها اینقدر فجیح بود و اینقدر بزرگ بود، یه چیزی در ابعاد قادسیه بود، ولی ایرانی ها پیروز شده بودن. اونو نمیتونست، اونو فقط تنها کاری که دیگه تبری میتونست بکنه این بود که بیاد سانسورش کنه، بگه که نه مثلا به اندازه اون نبود، نبرد کوچکتر بود، ولی اونقدرم مسئله ای نبود. ولی در حقیقت یه چیزی تو ابعاد قادسیه بود و مسلمان‌ها کاملا قتل عام شده بودن.
یعنی مقاومت ایرانی خیلی خیلی موفق‌تر و خیلی سیستماتیک‌تر بود و کشته مسلمان هم خیلی 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 بیشتر بود تو این جبهه. واسه همین همه افراد رو مجبور شدن بکشن اونجا. و با شما تصور کنید که پیش از قادسیه و پس از قادسیه تمام مدت پادگان‌های محلی ایران در حال حاضر همش در حال شبیخون زدن به خطوط حرکتی مسلمان ها بودن. یعنی هر روز یه 50 تا مسلمان اینجا میکشتن، 100 تا اونجا میکشتن، 50 تا اونجا میکشتن و تمام کمیونیکیشن اینا رو به هم ریخته بود. یعنی نمیتونن درست ایران حرکت کنن. این تو منطقه عراق یعنی آسورستان. بنابراین عمر گفتش که خب ما باید این پادگان های محلی رو هم خونسا کنیم که دست کم عراق رو کنترل کنیم. مهمترین پادگان شمال عراق هم که در حال کار بود جلولا بود. اینه که یه سپاه بسیار بسیار بزرگی جمع کردن و فرستادن به سوی جلولا. دوباره داستان مثل داستان قادسی هست، اعدادی که شما نزد تبری میخونی، بلازری میخونی، این هم میتونی همه رو فراموش کنی، همش افسانه است. اونا میگن با 12000 نفر اومدن و مال ایرانی هم همون یه خود از اون بیشتر بود از این حرفا. شما میتونی حساب کنی که اون 60000 نفری که باش تیزفون محاصره کرده 60-80000 نفر که حتی تبری هم تقریبا این عدد اعتراف میکنه که معمولا عدد رو به شدت سانسور میکنه. شما تصور کنید سعودی نزد که 50-60000 نفر رفتن به طرف جلولا. فرماندار نظامی جلولا یه حدود حد اکثر 8000 نفر 9000 نفر آدم دستش بود، شوالیه دستش بود که بعد جلوی این 60-70000 نفر میگرفت. نبرد اینجوری انجام شد که من یه نمایی هم اینجا گذاشته بودم. نبرد اینجوری انجام شد که فرمانده اونجا، حالا فرمانده کامل نبرد بعدن افتاد با مهران رازی، گویا دستیارش برادر رستم فرخزاد بوده، خورح فرخزاد بود نامش، فرخزاد فرهمند. و اینا به خاطر برتری نفراتی خیلی سنگینی که مسلمونا داشتن و اصولا دستور هم از یزگرد گرفته بودن که فعلا منطقه رو استابلایز کنن، ثبات ببخشن و تا میتونن فقط به مسلمونا تلفات وارد کنن تا منتظر دستور فراتر از اون برای زاگرس بشن، چون در حال نامه‌نویسی بود به استانهای گوناگون که سپاه منظم بفرستن واسه ایجادی سپاهی که بعداً متلاشی کنه مسلمان‌ها رو در عراق. بنابراین فرمانده دژ و خود مهران رازی هم سیستم دفاعی داشتن میشه تا حمله ای با 7-8000 نفر نمیتونستن اصلا ابتکار رو هم به دست بگیرن علی 60-70000 نفر. کاری که کردن اینه که بسیار منطقی میون رودخانه دیاله و یه مناطق نیمه کوهساری، نیمه باتلاقی، نیمه سوستی که زمین اون ور رودخانه داشت سنگر گرفتن، به جوری که مسلمان ها نمیتونن دیگه برتری نفراتشون رو به کار بندازن که اینا رو دور بزنن ایش از این دست، مجبور رو در رو با هم بجنگن. تو جنگ رو در رو هم ایرانی ها به شدت به مسلمین برتری داشتن به خاطر اینکه اون شوالی هاشون خیلی آموزش بهتری دیده بودن، تجهیزاتشون رو بهتر به کار می بردن. الی آخر تو جنگ پولینا توضیح داده بودم جنگ مکانیکی رو در رو مسلمان هیچ شانسی نداشتن. دقیقا مال مسلمان فقط کر و فر و آشوب و خر تو خر و فقط با اون یک کار می توستن بکنن. بنابراین اونا منطقه جنگی رو آماده کردن، یعنی رودخانه و اون مناطق عبور ناپذیر، خارهایی هم بر زمین ریختن که جلوی حرکت اسبای مسلمان رو میگرفت و توی حالت تدافعی شروع کردن مسلمان رو زیر باران تیر گرفتن. تلفات مسلمان ها بیکران بود، یعنی اینقدر زیاد بود که مهران بعد از یه مدت گیج شده بود، یعنی گمان میکرد که جنگ تموم شده، چون میدید که 10-12 شاید 15-20 نفر زدن کشتن جنازه داخل زمین. میگفت که چقدر مگه قرار نیرو داشته باشن و از پشت خارا اومدن بیرون و بقیه نیروها رو دنبال کردن. مسلمان هم اینا رو کشوندن به داخل مناطق دشتی. وقتی به داخل مناطق دشتی رسیدن تازه ایرانی ها فهمیدن که اینا چقدر نیرو فراتر داشتن و دور تا دور اینا رو گرفتن و بعد توی جنگ خیلی خیلی سختی که خود مسلمان ها اول گمان میکردن به سادگی این رو میبرن به خاطر برتریشون، و دادن تلفات خیلی 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 سنگین به زور جنگ رو بردن و برتری تاکتیکی و فنی ایرانی ها دوباره اینقدر بالا بود عین قادسیه و جنگ پل که با وجود اینکه از هر طرف هم محاصره شده بودن بیش از نیمی از سپاه هنوز تونست جون سالم به در ببره و منظم بازپس بنشینه به داخل دژ جلولا.
جالبه شرم جان. طبری هم تو این زمینه میگه که مسلمان ها 80 بار یورش آورده، یعنی همچنان که توضیح دادی ایرانی ها در جایگاه پدافندی و اعراب تک می آوردن حمله می کردن و این نشان داره میده 80 بار حمله، یعنی واقعا با همون سیستم کروفر یا موج انسانی و جنگ های نامنظم قصد استفاده از برتری عددیشون رو داشتن. و جالب اینه که میگوید که مسلمان ها کشتارا و روستاهای پیرامون رو با آتش کشیدن تا ایرانیان را از کم خوراکی به رنج اندازن، یعنی انواع روش ها رو بهره گرفت سپاه اسلام برای اینکه این سپاه نسبتا جمع و جور ولی کم تعداد ایرانیان رو تحت فشار قرار بده. و نهایتا میگه که چون بار دیگر مسلمانان حمله بردن، پارسیان بیرون شدن و به دور خندق آنجا که مسلمانان بودن خارهای آهنی ریختن و از آنجا سوی مسلمانان آمدن، نکته که اشاره کردی، و سخت بجنگیدند که هرگز مانند آن رخ نداده بود مگر در آخرین شب قادسیه یا همون لیلة الحریر. این جنگ بسیار سریع و مجدانه بود. طبری می‌افزاید که جنگی سخت شد که مسلمانان مانند آن را ندیده بودند، تیرها تمام شد، نیزه ها شکسته شد و به شمشیرها و تبرزین ها دست برده شد. من اینو اشاره کردم به خاطر لحنی که طبری توی بیان این جریان داره، با وجودی که طبری هیچ همدلی هم با ایرانیان نداره که هیچ، خودشو همیشه در قالب نیروهای اسلام قرار میده و با اونها میدونه، نمیتواند اینجا نگوید که ایرانیان چقدر دراورانه جنگیدن و چه ترفندهای زشتی و سپاه اسلام به کار برد برای اینکه اینا تحت فشار قرار بده، از جمله آتش زدن کشتارها برای اینکه خوراک به اینها نرسه. ببین البته آتش زدن کشتار و اینا اون به خودی خود اون قدغن نیست تو جنگ که شما آذوقه طرف رو قطع کنی، ولی بخش بزرگی رو که طبری همه رو سانسور میکنه، اعداد سانسور میکنه، اتفاقات رو سانسور میکنه و حمدالله تقریبا 80% همه چی رو سانسور میکنه، بخش اصلیش اینه که مسلمان ها شبیخون میزنن به روستاها و به دختر بچه ها تجاوز میکردن، یعنی کت خدا رو میکشتن، به دختر بچه ها تجاوز میکردن، کارهای شنی میکردن شبیه داعش های امروز و این بیشتر فرماندار نظامی رو کلافه میکرد که تا موقعی که این ملخ ها این دوروبر هستن خب این افراد اهلی دیگه اصلا در امان نیستن، بنابراین نمیتونست دیگه طرح عادی دفاعیشو انجام بده. طرح عادی دفاعی مهران رازی که یه سپهسالار خیلی کار کشته بود در جنگ‌های با رومی ها و دیگران، خوشم تو همین نبرد کشته شد، این بود که من این آدم خورا رو هی دعوت میکنم به حمله، هی به باران تیر میگرمشون، هی دعوت میکنم به حمله، هی به باران تیر میگرمشون، چون خرن دیگه در حقیقت، و آخر سر اینقدر ازشون کشته بشه که دیگه نمیتونن جایگزین کنن. درست. و تو فاز نهایی موقع تو یه دونه کانتر اتاک موقع قتل عامشون میکنیم. بعد اون یکی هم حالا واسه اینکه اینو بکشن بیرون در حقیقت همون کارا رو میکردن که قبلش با اون دهاتا کرده بودن که یزگرد آسی کرده بودن. درسته. کت خدا سر میبردن به دختر بچه ها تجاوز میکردن، کت خدا سر میبردن به دختر بچه ها تجاوز میکردن و این گزارش ها پیش فرماندار نظامی منطقه جمع میشد. حالا یه 2 هفته 3 هفته 4 هفته این طرح ادامه میداد، بعد میگه که نمیشه دیگه، در حقیقت فشار افکار عمومی منطقه و روح خودش هم وجدان خودش هم دیگه اجازه نمیداد. اون موقع اون طرح دفاعی رو که میخواست به چند ماه بکشونه مجبور میشد کوتاهش کنه به چند هفته، تمام کانسپت میریخت به هم. اینم هست. ببین ما هر چی که طبری نوشته اینا رو همه رو forget about it، این از بالا تا پایین تخیلات مهملات، 15% حقیقت هم توش نیست. شما اینو موقعی متوجه میشی که ما به نبرد اگه نهاوند که برسیم، در مورد نهاوند ما یه خورده منابع ارمنی داریم و اونجا موقع معلوم میشه میزان دروغای طبری اونجا روشن میشه. چون مثلا اونجا توضیح میده که ایرانی رفتن دوباره تو دستگاه تدافعی مثل همین جلولا و بعد ناگهان بی دلیل اومدن بیرون دنبال مسلمان ها کردن، رفتن تو دشت جنگ دشتی اونجا که مسلمان ها برتری نفراتی داشتن و به حمدالله بعد اونا پیروز شدن. و خواننده تا اون مدت از خودش میپرسه که واسه چی پیرزان یا پیروزان که جنرال تیمسار بسیار کارکوش هست همچین کاری میکنه؟
خود طبری چون میدونست که گند دیگه داستان این بار در اومده، اومده بود یه داستان تخیلی درست کرده بود که آره اینا اومدن گفتن که خلیفه مرده، بعد داد بیداد کلی بازی از این حرفا عقب نشینی که بعد ایرانی‌ها گمان کنن اینا به آشفتگی افتادن دنبالشون کنن و از این حرفا. بله خبری نیست. مگه اون بچه است که وقتی بهش میگن که خلیفه مرده، اونم میدونه که این همش رفتارشون همین کلی بازی و آشفتگیه و همه این فقط از این تله ملا دقت کاشو جنگ معمولی که بلد نیستن. اون پیرزان هم بچه شد اومد بیرون. من اینا رو نفهمیده بودم تا موقعی که یه موقعی یه منبع ارمنی دستم افتاد که اونجا توش نوشته بود چه اتفاق افتاده بود، که نوشته بود که اینا چند تا شهدخت ساسانی دستشون افتاده بود و اینا رو اوورده بودن جلوی چش پیرزان که از بالای دژ دفاعی نگاه میکرد، میگردوندن احتمالاً بچه‌ها رو دخترها لختشون کردن جلوی چشش بهش تجاوز میکردن و اونم چون بالاخره مال خاندان شاهیش بود و از این حرفا. لب به داستان همین بود، یعنی شما داعش رو باید ورداری یه سود دو سه برابر کنی. چون شما این مسئله به آسانی تو استخراج کنی، مثلا داعش بیچاره کی مثلا شبیه اون کاریو که مثلا پیامبر اسلام با بنی قریظه کرد ما کی به ما گزارش دادن که مثلا وسط موصل یا نمیدونم هر جا که اینا بودن مثلا چاله کندن 700 نفر رو اینجوری ما چاقو آشپزخونه دارن سر میارن، کی بیچاره از این کارو کردن؟ یعنی هر کاری که این داعش یا کردن شما باید ضبط داره 7 8 10 12 بکنی تازه میرسی به کاری که اون مسلمانای اصیل میکردن اون موقع. جالب اشارم جان، سخنی که الان داری میگی در ارتباط با تجاوزات اینا به روستاهای اطراف و بردن زن و بچه مردم، دکتر فریدون کریم از دوستان ما که از کردهای اقلیم کردستان در عراق، ایشون خب با یه سری از دیگر کردهای اون منطقه زرتشتی شدن و خب یک موج نوزرتشتی رو در کردستان عراق آغاز کردن. اینها رفتن سراغ مثلا منابعی که به عنوان تاریخ شفاهی در نزد پیرانشون بوده و سینه به سینه آمده، داستانهای بسیار هولناکی رو از اومدن سرداران و سربازان مسلمان به منطقه که اتفاقا همین منطقه جلولا هست یاد میکنن و با داستان‌های تکاندنده که مو به تن آدم سیخ میشه. من خیلی برام جالب بود که اینها نه که نتونستن اینو رکوردش کنن و بنویسن یا اگر نوشتن از میان رفته، سینه به سینه این داستان رو نقل کردن، روایت کردن و هنوز که هنوزه در بخشای از کردستان عراق اینها گفته میشه، با وجودی که اینا ممکنه اسمن مسلمان باشن ولی داستان آنچه که بر نیاکانشون رفته رو میگن به عنوان چیزهای ترسناکی که باید مردم بدونن و به نسل بعدی برسه. خیلی جالبه که این تایید میکنه اون مطلبی که الان تو عنوان کردی. حالا برای سربازای ساسانی که با اینا میجنگیدن و از این آدمخورا خیلی بهتر میجنگیدن، برای اونا فرقی نمیکرد که حالا اینا نمیدونم سرگرمی ملیشون یا هر چیشون دینیشون تجاوز جنسی از این حرفاست، ولی وقتی اون گزارشا بهشون میرسید برنامه‌اشون میریخت به هم. درست. برنامه دفاعی دیگه میریخت به هم، چون اون فرماندار نظام منطقه خودش مسئول اهلی های منطقه میدونست. درست. این فاکتور کارکردش این بود یا مثلا اینا رو از پشت مثلا سنگرا میکشید بیرون قبل از اینکه وقتش رسیده باشه؟ ولی یعنی ممکنه همین جلولا رو، حالا ما جلولا رو چون دیگه منبع ارمنی نداریم موازی نمیدونیم چی شده، ولی مال چیزو داریم مال نهاوندو، ممکنه تو جلولا هم اتفاق افتاده باشه. راستشو بخوای اگه میتونستیم با ماشین زمان برگرده به اون موقع، شاید میدیدیم تو هر نبرد همین کار رو میکردن. به هر حال جلولا اون نبرد دشتی که شکست برای ایرانیا بود و بعد شهر محاصره شد و بعد از 7 ماه یا چند ماهی مقاومت آخر سر به دست مسلمان ها افتاد. البته پادگان های محلی همچنان هنوز شبیه خوب میزدن به مسلمان ها و عمر هم میل داشت که در حقیقت همین عراق رو نگه داره با امپراتوری ساسانی، اگه شد یه قراردادی بنویسید که خیلی فراتر نره یا دست کم نفس بگیرن که خودشون ری ارگانایز کنن. درسته. ولی پادگان های زاگرس دستور داشتن که دائما به داخل عراق شبیخون بزنن و هر جا مسلمان گیرشون میاد بکشن و ظاهرا تعداد تلفات مسلمان ها خیلی سرسام‌آور بوده، به حالتی که عمر اون موقع میبینه دیگه پس ما باید یه نبرد مرگ یا زندگی، ایرونی ها مثل رومی ها نیستن،
اینا یا اینا ما رو باید از بین ببرن یا ما باید اون رو از بین ببریم. و اونجا میرن دنبال اون که دوباره نیروهای خیلی 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 بیشتری رو ریکروت کنن و بعد منجر میشه به نبرد نهاوند. من فکر کنم فرام جان تقریبا همون زمان بوده که عمر اون جمله معروف رو میگه کاش که میان ما و پارسیان دیواری از آتش بود که نه دست اونا به ما میرسید نه دست ما به اونا. مشخص ایرانی ها جنگ های ایزایی و پارتیزانی آغاز کرده دارن و به اینا بسیار ضربه میزدن. تو این حرف های تبرینا رو همه رو بذار کنار، همش جوکه. اونا اصلا جنگ بلد نبود آدم خورا، اونا فقط برتری نفراتی شدید داشتن و کارشون تجاوز جنسی به اهلیا بود، آدم های بیدفاع. تمام مدت زیر حملات شبیخونی اون پادگان های بازمانده منطقه ای بودن و هر روز بیدار می شدن می دن 100 تا از این آدم خورا اینجا کشته شدن، 50 تا اونجا کشته شدن و الی آخر، و مجبور بودن که همه نیروهاشون رو اون موقع برانگیخته کنن واسه اینکه یا ایرانی ها رو کاملا نابود کنن یا دیگه خوش نابود بشن دیگه. اینجوری ایرانی ها محال اینا رو تحمل کنن تو عراق. درسته. بنابراین رفتن دوباره یه چند صد هزار تا آدم خور دیگه از پشت سازماندهی کردن، از سوریه آوردن، از جای دیگه برای حمله بدن به طرف نهاوند و بعد اون موقع پیشروی فراتر به داخل فلات که اگه اینجوری کار یک سره تمام کنن. حالا من گفتم اگه چند دقیقه بمونیم ما یه سری بزنیم به این سلمان و اینها. اگر که شیر اسکرین رو خارج کنی شرم جان فکر کنم بهتر باشه، برای که دیگه اسلاید نیازی نیست صفحه باشه، برسیم به چهره بسیار مرموزی که ازش آگاهی های درست و نادرست زیاد اینجا اونجا عنوان میشه. ببینیم که این چهره مرموز سلمان فارسی چقدر نقش داشته و چقدر اثرگذار بوده. خب چی در موردش سلمان میدونیم شهرام؟ ببین من مشکلی که با این داستان این سلمان دارم اینه که همیهنای ایرانی نمیدونم به خاطر غرور تاریخیشون ملیشون و بالاخره این کشور پیش از اینکه اسلام نابودش کنه و به کشور جهان سوم تبدیلش کنه یه ابرقدرت بده. خب من اینا رو درک میکنم، ولی دیگه شکست رو هم آدم وقتی شکست عجب و غریب میخوره مثلا حتما یه دلایل عجب و غریب کامپلکس چند بودی اینا داشته، ولی اینا دوست دارن داستان رو خیلی ساده کنن که چه میدونم یه آقای ایرانی بوده این مثلا مشکل داشته مثلا با خاندان پادشاهی نمیدونم اینطوری بوده اونطوری بوده، یکی میگه موبت بوده، یکی میگه گرایش‌های نمیدونم مانوی داشته، یکی میگه گرایش‌های مزدکی داشته، یکی گرایش‌های نمیدونم مسیحی داشته و بعد رفته، برخی میگن اسیر شده، برخی میگن اصلا با ایده خودش رفته محمد رو پیدا کرده که گفته من تو رو مثلا پیامبرت میکنم، به یادت میدم از الف تا یه، مثلا تو بشین بهت میگم چیکار بکن، ما اینجا کم کم یه دین درست کنیم، بعد این دین مثلا پایه ایدئولوژی حمله ایمون بشه که مثلا با اون برگرده مثلا انتقامش رو بگیره از حالا هر کسی که میخواسته تو ایران باش تصفیه حساب بکنه. خب بابا داستان که آخه شوخی نیستش که اون ایران یه ابرقدرتی بود از نظر نظامی و شما نمیتونی همجوری پاشی بری مثلا میونه بیابونیا بگی من برای اینا از امروز یه دین درست میکنم، حالا هر چه آدمی که مثلا من آدم دانشمند واردی هستم که بعد اون موقع با این دینه مثلا ما بریم سازماندهی کنیم کارهای عجب غریب بکنیم. من به شما میگم تا روزی که حتی خود پیامبر اسلام داشت در میگذشت خواب این رو هم نمیدید که این پروژه موفق بشه که اینا بتونن از مرزهای عربستان برن بیرون، چون دینامیک این اسلام بعداً به عنوان یه چیز ناشناخته یه خودش نشون داد، یعنی یه دینامیک که خیلی خیلی انفجاری از خودش نشون داد. حالا تو همون سالهای اولم که پیامبر اسلام تو مدینه اینو داشت پیاده میکرد و لشکرکشی میکرد و غزوات و از این حرفا میشد دید که انرژی انفجاری و حمله اون توش هست، ولی نمیشد دیگه از پیش برآورد کرد که این بعداً انرژیش بس خواهد بود واسه اینکه اصلا بزنه امپراتوریا رو از بین ببره و مثلا میلیون ها کیلومتر مربع رو بگیره از این حرفا. یه همچین چیزی رو که با طراحی از پیش نمیشه درست کرد. افسون برای که شرم جان اگه اشتباه نکنم سال هجرت 620 620 میلادی، بنابراین چند سال پیش از اون محمد ادعای پیغمبری میکنه و وحی و مدعی میشه. سلمان هم که خود در کنار او بوده
یعنی چیزی میشه مثلا فرض کنیم حدود بین سالهای 612-13 تا 620 اوج پیروزی های ایران در نبرد با روم شرقی، یعنی درست در سالهایی که ارتش ایران در زمان خسرو پرویز موفق شده اسرائیل رو بگیره، مصر رو بگیره، به سال دریای سیاه برسه، سوال مدیترانه رو ببینه، در حقیقت فلات آناتولی کامل تصرف کنه، اردن و سوریه و لبنان رو در اختیار داشته باشه، تو این شرایط خیلی به قول امریکایی ها لانگ شاته، خیلی دیگه تیر دوریه که تو بخواد بندازه یه آدمی بدون فوتبانه بانش بره تو شبه جزیره عربستان دنبال یک فردی مثل محمد که خودش هم حالا کاری نیست، در یه شهر کم اهمیتی مثل مکه، اگر بپذیریم مثلا اسلام در مکه زاده شده، و یا شهر کم اهمیت دیگری مثل مدینه، بخواد بیاید این شاهنشاهی رو که خودش داره پرونده در حقیقت امپراتوری روم شرقی رو میبنده رو تا اون سالها سرنگون کنه. بنابراین همچنان که گفتی یک پاسخ بسیار ساده است به یک پرسش بسیار پیچیده و مفصل برای اینکه آدم یه مقداری حالا خودش رو راحت کنه. ولی واقعا سلمان کیه؟ چه کار کرده شما؟ سلمان من گمان میکنم معقول ترین برآورد اینه که یه شخصی بوده که گرایش داشته به دینای ابراهیمی که ما خب خیلی آدم تو ایران داشتیم که حتی ایرانی بود، بعد خوشش اومده بود اصلا خود این بساط معنویت هم یه جورایی از اون برآمده بود که اون دین زرتشتی مثلا برخیا رو ارضا نمی کرد، چون دین زرتشتی همه همت و همه مسئولیت رو بر خود انسان میذاشت و برخی از انسان‌ها دارای ترس‌های مبهم درونی هن و اینا خوششون میاد که یک خداوند قادری هست که اون بر من حکومت میکنه، اگه لازم شد منم شکنجه میکنه، پاداش میکنه، هر کاری دلش میخواست میکنه و من تا موقعی که به فرمانهای او بردوار گردن مینهم در امانم، یا به قول خودشون مؤمنم، در امنیت هستم و امنیت روحی دارم یا درون دارم. و سلمان هم یه آدم بوده با اینجور علاقه ها. حالا دقیقاً چی کار میکرده اونجا؟ داشته مسافرت میکرده، عربا گرفتنش، فروختنش، با پای خودش رفته اونجا، اینا رو دیگه نمیشه کامل استخراج کرد. ولی وقتی که کنار پیامبر اسلام افتاده اونو تشویقش کرده و از این پیام ابراهیمی تندروی او خوشش اومده. پیامبر اسلام هم یه صدا بود کنار صداهای گوناگون در مکه. اون زمان خیلی میخواستن پیغمبر بشن و سخنان پیغمبروار میگفتن، چون نه اینکه مسیحیت خیلی موفقیت بزرگی داشته بود در چند قرن پیش از اون و امپراتوری روم رو در نبرد دیده بود، بعد رومی های اون موقع به زور مسیحی شده بودن، این الگو شده بود که آقا تو اگه دینم بزنی اینا میتونی مثلا یه دکونی از کنارش بزنی یا کارهای بزرگ بکنی یا کسی بشی، شخصیتی بشی از این حرفا، اینا سلبریتی بشی در حقیقت. و کنار پیامبر اسلام افراد گوناگونی بودن که طرحهای گوناگون برای دین زدن داشتن، برخیشون دینای ابراهیمی مانند می‌خواستن بزنن. شاید بشه گفت تندروترینشون یا یکی از تندروترینشون پیامبر اسلام بود که نگاهش به دینای ابراهیمی از مسیحیت تندروتر بود، یعنی مسیحیتی که در سوریه دیده بود خوشش نمیومد، بیشتر از الگوی یهودی خوشش میومد و اینو با سنت‌های عربی هم قاطی کرده بود، دوباره تند و تند و تندترش کرده بود این ملاتشو. و سلمان از این خوشش اومده بود. سلمان ظاهرا یه آدمی بوده که دنبال دینای تندروی ابراهیمی بوده و بعدش هم دیگه با او همکاری میکرد. ولی نقش ایشون دیگه نمیتونه یه نقش نیست در جهان معجزه آمیز اینجوری بوده باشه، چون وگرنه اون موقع ایشون در نقش فرمانده لشکر اینا، مثلا اگه تمام نبرداری که انجام داده بودن با رومیا گرفته نمیدونم در اجنادین و یرموک تا قادسیه، اگه فرمانده کل قوا سلمان بود، مقادم میگفت فاطمه یک کاسه زیر نیم کاسه بوده، به نقش رایزن داشت. حالا شدم در جنگ خندق گفتود ما بابا خندق بلدیم، شما تو این بیابونه مثل هیچی بلد نیستید، یه خورده الفبا رو بهشون یاد داده بود که اینو یه کاری بکنن. ولی اگه کسی هم کمک نظامی مثلا اساسی تر به مسلمان ها کرده بود در نبرد با ایرانی ها، برخی نظامی های ایرانی بودن در یمن، از اون یمنی های ایرانی ها که به یمن رفته بودن از قدیم و اونجا مونده بودن، گونه دیگه نیمه عرب هم خودشون شده بودن، اونا گرویده بودن به اسلام، ولی نظامی های کلاسیک بودن، هم سنت کلاسیک جنگ ایران رو میشناختن با که چند نسل بود اونجا بودن و اینا گرویده بودن به اسلام و اینا بودن که ترین اصلی دادن به مسلمان‌ها که چجوری اصلا بهتر میشه با ایرانیا جنگید.
بهشون یاد دادن که چه مدل تیرهایی باید درست کرد که از تو زره های ایرانی رد بشه و آموزش اصلی در حرکت سپاه و تقسیم به پیش سپاه و پس سپاه و بال راست و بال چپ و حرکت و اینا اونا بهشون یاد دادن. درست. این راستا سلمان بیچاره کاری نبود. حالا دیگه اینه که این اواخر هم دیگه روغنشون دیگه خیلی داغ شده. من دیدم یه تئوری دیگه آوردن رو بازار که سلمان یهودی بوده و یهودی ها نمیدونم از روزگار قدیم همیشه دنبال ساختن امپراتوری های چندقاره‌ای از این حرفا بودن، مثلا هیچ وقت نتونسته بودن از زمان هخامنشیا و فلان، و این سلمان اومده بوده اونجا که با اینا سپاه درست کنه که بعد برن مثلا اورشلیم رو بگیرن از این حرف. خب یکی نیست بگی که اگه سلمان میخواست دین درست کنه که یهودی ها جهان رو فتح کنن، چرا بعدا اون قومی رو که اسامی بیشتر قتل عام کرده اسلام یهود بوده؟ درسته. و همش هم بهشون فحشای رکیک داده توی قرآن، همش هم با چاقو دنبالشون بودی که سرشونو ببره، من جمله مثلا بنی قریظه یا خیبر رو. درسته. خب این تئوری ها هست و همین هنای ما کلا اگه اثر بزرگی این اسلام و شکست ایران داشته اینه که ذهنشون نبوغش و برندگیشون از دست داده تو این 1400 سال. اینا نمیپذیرن که آقا اونجا یه اتفاق پیچیده و عجیب و غریبی افتاده بود، مخوفی، چند بعدی، و خود کسایی هم که داشتن پدیدش می آوردن که رأسشون پیامبر اسلام بود نمیتونستن برآورد کنن عاقبتش رو. من اینجوری به شما بگم، تا خود جنگ قادسیه هم اصلا معلوم نبود که عاقبت این اسلام چی میشه. اگه تو قادسیه مثل جنگ پل یه شکست خیلی سخت از توش برای مسلمان ها بیرون اومده بود، فرمانده های اصلشون کشته میشدن، از اون 60-70 هزار تا تقریبا کسی جان سالم به در نمیبرد، سه ماه بعدش همه تو مدینه از دار آویزون بودن. کاملا این داستان میرفت پی کارش. بنابراین اینی که چه برنامه ریزی بوده اینا که یه کسی از صفر تا صد ریخته بوده، اون وسطاش اصلا معلوم نبود چی میشه، حتی خود جنگ نهاوندن باخته بودن معلوم نبود چی میشه. داستان پیچیده است. آن چیزی که برای سلمان فارسی داشت این نبردها نهایتا پس از تصرف تیسفون، فرمانداری شهر تیسفون رو سلمان دادن و دیگه بعدم که برحال بود و تا مرد به عنوان فیگر گم شد رفت. قبلش هم جز اون رایزنی در مورد خندق ما چیزش نمیدونیم، هیچ وقت بانده فرمانده لشکر جای ندیدیمش. نه ابدا. یه اشاره میسیم که عایشه داره در جای به پیامبر اسلام به محمد میگه که چرا این شخصی که به اصطلاح پلوی توه و با تو نجوا میکنه همیشه چیز یادت میده و تو ممنون وحی عنوان میکنی، که پیامبر اسلام میگه که او عربی نمیدانه و این آیات به زبان فصیح عربی است. در حال در تقویت پیامبر اسلام 100% نقش داشته، ولی همچنان که گفتی نقش عجیب و غریب و شگفت آوری نمیشود درباره پیروزی های سپاه اسلام در ایران به اون نسبت داد. ببین این انگیزه عجیب و غریب ساختن این دین که به این حالت باشه و حمله‌ای باشه و این تولرانت باشه، ناروادا، این همش آرزوهای پیامبر اسلام بود. از اول تو ذاتش بود، یه ذات خیلی تندرو بی‌تحملی داشت. ولی سلمان هم بیگمان به عنوان آدم متفکر ایرانی خیلی حرسش کرده، بهش یاد داده. خود سلمان هم ظاهرا یه ذهن تندرو ابراهیمی داشتی، علاقه داشته به اینجور دینا، چون بعدش هم که توی همین تیسفون حقیقت فرمانده شده بود، حالا تو اون لاشه که از شهر مونده بود یه مدتی زیر دست او بود، بعدا به عنوان آدم زاهد و مسلمون در حقیقت تندرو اینا نامش مونده. کاملا. یعنی خودش هم ذهن نیمه مالی خولیایی داشته، ولی خب تحصیلات داشته بیگمان به این عربی که وسط بیابونا، خب به اون خیلی چیزا یاد داده. کاملا. ولی دیگه یه چیز دیگه میتونست که معجزه بکنه. بخش بزرگش از اون انگیزه خود پیامبر اسلام بیرون اومده بود و اون فضای کلن بسیار ناسالم جامعه عرب از داخل شبه جزیره تا جنوب سوریه گرفته که با یه همچین سازماندهی میتونست 1,000,000 آدم خور رو یهو گسیل کنه که بزنن بکشن تجاوز کنه به الاخر. کامل. بسیار سپاسگزارم شرم جان. جنگ قادسیه و جلولا رو گفتیم، جنگ نهاوند، و بعد ادامه کار میمونه به برنامه آینده. از همیهنانی که برنامه رو میبینند، اگر که در طریق یوتیوب دارم برنامه نگاه میکنم، خواهش میکنم که دوستان علاقمند دیگر رو در جریان قرار بدن و برنامه های ما رو در یوتیوب هم مشترک بشین و هم دیدنش رو به دیگران سفارش کنید. اینا چیزهاییست که ما باید بدونیم، تا ندونیم گرفتار
جهلی هستیم که سانسور 1400 ساله بر ما تحمیل کرده. از کسانی که میخواهند پشتیبانی بکنن از برنامه زرتشت که در تلویزیون پاس پخش میشه که ما بتوانیم هزینه های ایرتایم رو بدیم، خواهش میکنم که به سایت iranianrenaissance.com برون و اونجا میتونن که از طریق کریدیت کارت یا پیپل به برنامه کمک مالی کنن. همچنان که گفتم وبسایت یا تارنما هست iranianrenaissance.com. شهرام گرامی بسیار سپاسگزارم و من و شهرام به شما همیهنان بدرود و روز خوش و شب خوش. بدرود. بدرود.